با سلام درود احترام خدمت هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا. به تناسبی که در مملکت فوق داره میفته و در منطقه، باید به همون تناسب مکلی بذارم صحبت کنم و یک مقداری مسائل بگم. دیگه همه مردم ایران به این باور رسیدند که ابرذلت ها ذلیل ذلیل شدند. در این شکل یه نیست دیگه، نه؟ اون زمانی که من میگفتم اروپا اینجا میگفتن که بجا رسیدیم دیگه، که روسیه رو مشخصه، چین که دیگه وضعش کاملا مشهوده چون بازار ندارم، میدونی اینا بس بازاره. حالا خوب بد کار همین بازار بود قبلا، روی بازار نیست، همین بازار در دنیا رو راکت هست، سکوت در شکی نیست. اروپا هم که مشخصه به گدایی و فلاکت و بدبختی افتاد، جایی که دیگه زورش به مردمش میرسه. آمریکا هم که خلاصه داره اونجایی میرسه، آمریکا یه خورده جوندارتر است. حالا علت چی میگم بهتون؟ کانادا هم که خب یواش یواش داره میاد. پس در نتیجه میخوام برسیم که اگر آمریکا اومده نیرو پیاده کرده، اگر آمریکا اومده نیرو پیاده کرده، دو سه تا هدف رو دنبال میکنه که من رو به شما باز خواهم کرد. آمریکا میخواد حداکثر استفاده از ضعف و ذلیل بوده و ضعیف شدن روسیه برقراری بکنه. دیگه روسیه تو کشور منطقه آبروی نداره، هیچی نداره. نه آبرو داره، نه شرف داره، نه شخصیت داره، نه اقتصاد داره، هیچی نداره. پس کسی رو اونها دیگه حساب نمی‌کنه. این جنگش شده بود، بعد از جنگش هم اتفاق اونجا افتاده. خب انگلیس هم که توان نداره، آلمان و کشور دیگه هم که به خوری خودشون افتادن، تو اینا خود جوندارتر از آمریکا است. فرمان اومده نیروی آورده اینجا، دو سه تا اهداف دو هدف دنبال میکنه. یا اینکه میخواد توی شیروپوری که شد سپاه چند تا این دوران موشک بزنه، اگه سپاه دو تا دوران 20 تا بزنه، مثلا برفرض میخوام بگم از کویت شروع کنه، از خط اون برای خلیج فارس بگیم بیاد تا عمان، بیشتر یک شهرها کشورها که عددی هم نیست کنه، مثلا خرابی بار بیارن، بگن سپاه زده، بگردن سپاه بندازن و بعد نبره بازسازی و نوسازی اینا چیکار کنن، دوباره بیان و برای چند مدت به خودی کار درست کنن، وگرنه واقعا از کار نظر زید هستن. کرونا بله سر اینا در آورد و با اشتباهی خودشون، اشتباه تاکتی خودشون بله سر خودشون آوردن که تصورش براتون مشکل، هنوز مونده در بیاد تماش تایی بسته. یا به این کار میکنه، یا میاد تأثیرات نفتی امارات و عربستان اینها رو باز میگه سپاس زده، این کار رو خواهد کرد، توجه کردید که اینجا باز بمونه. البته شما هم میدونید بهتر از من میدونید که عربستان، اردن، خدمت شما که امارات، عمان، نه همشون خودشون رو هوا هستن، غیر از عمان که خود جون دارت هست، بقیه همه رو هوا هستن، کویت که دیگه مشخصه. پس این باید بیاد داره خودش یه دکون درست کنه برای خودش. همزه بیاد نگرفتند که از راه درست حرکت کنند. حالا ما بگیم امیدواریم این دفعه گربه باشه. یکی هم مثلا دیگه بعدش این است که میخواد با هماهنگی که با سپاه داره و جاسوسی که از طریق اسرائیل اونجا داره کاری بکنن که باز تو منطقه چند وقتی بمونه و یه درگیری ایجاد بکنن، کلی از این کشتی میشه ناوی جنگی قدیمی رو دربغون بکنن و دست برن بالا ما این کار کردیم. یکی دیگه هم که واقعا میخواد کلک سپاه رو بکنه، ریشش رو بزنه، منطقه مدتی بالا بشه برگرده، چون از فهمیدن، امیدوارم فهمیده باشن، تو کله پوکش و گروش داده باشه، تمام ورزدارت ها رو میگم که با آرامش هست که اقتصاد را میفته، با آرامش که بازار را میفته، با آرامش هست که تحول جدید میده، با آرامش که زندگی رواج پیدا میکنه، نه با جنگ و دعوا و کشت و کشتار. امیدوارم تو کله پوکتون یک ذره فرو شده باشه، چون اسرائیل بعد از 70 سال جنگیدن، 70 سال صبح شب اصله حالا افتاده به چیزی که نباید بیفته، که حالا ما به عربستان، به فلسطین باج بدیم، به اونجا اینجوری بکنیم. خب چرا؟ بعد 70 سال همه کشته به اون کارنامه، حالا کار نداریم، ما کار خودمون میکنیم، ما بیرزنیم، باقچه خودمون بیرزنیم. در اینجا بخواه بهتون بگم که آمدن آمریکا منطقه دو سه بود داره، که این هستی که زدن تأسیس زیر برنه کشور رو خراب کردن، ساختمانش رو خراب کردن، دوره از نو بیاد باش بیاد کار بده، خودش انجام بده و کنترل بده شرکاش، یه مقدار جون بگیرن، وگرنه اروپا 100% دیگه نابوده، کار جایی داشت جور نشه. خود آمریکا خود سال ایبرور میکنه، چون آمریکا
اون برای آمریکا جنوبی اون هم خیلی آدم‌ها رو داره، خیلی سری هست میشه، خیلی کارا کرد اونجا و و و و، ولی اینا هیچی ندارن، چین هیچی نداره. آفریقاست که آفریقا خود میاد از محسن فقیرتر آفریقاست. بگذاریم، امیدوارم که بیاد و اون شهر راه سوم ما بگیرم برای سپاه اومده باشه به کارا. سپاه عدد نیست، سایه رو میتونم بگم ها، چیزی نداره، یه چی میگم هارتورت علیکی میکنه و این کار انجام بده، خلاصه جستی بگیره. من آنم که رستم پهلوان منطقه آرامش پیدا کرد، با آرامش اونها هم میتوانند ادامه بدن زندگیشون رو، غیر از این راهی نیست، هرگز غیر از این راهی نیست. خب حالا تو چیکار میخواد بود؟ حسیناش کی میده من نمیدونم، و یا شادم که اومده اینجا که تو منطقه چجه حکومت از ناتو استفاده بکنن دیگه، من نمیدونم، ایشون نظارت بکنه، نمیدونم نمیدونم، ولی چیزی که هست، هر چی که هست به نفع ملت کشور ایران شکل بوده است. ما آسیبمون دیدیم، سختمون کشیدیم و الان دوران آبادانی ماست، روشنگری ماست و ملتی آب دیده و ملتی مستحکم در مقابل تمام اینها با روحیه قوی و و و میبینید با این شرط سخت میزنن میرخصن. این یعنی چی؟ یعنی همه تون پشم کشک. انگلیس شایدم ترسیده از سپاه، حالا جران چی هست تو خودتون چی خبر است من نمیدونم، اما آقای دیوید جینز جونز نماینده پارلمان انگلستان خواستار لیست گذاری تروریستی سپاه سپاسداران شد. امیدوارم بکنه، واسه ملت فرق نمیکنه، واسه خودتونه. یه سری براتون بگم دوستان، ما یه سری اپوزیسیون داریم اون ور آب هستند، یه سری هم داریم داخل کشور هستند، منظورم اون ور آبی ها هستند. اون ور آبی ها متاسفانه این روزا حس میکنم و برداشت میکنم و میبینم حتی اونهایی که مشروط خواه هستند، اونهایی که پادشاه خواه هستند، اونهایی که این هستند، راحت بهتون بگم میگن اگر حکومت عوض شد دکون ما بسته است. دیگه تو دستی برای واسطه رو توضیح میدم، ما تو ایران بگیر کسی پینم بار ما نمی کن، ترم خوردیم، هم سنمون گذاشته، هم اصلا زبون همدیگه مردم رو نمی فهمیم. دوست عزیز تو مبارزه برای چی کردی؟ مبارزه اینه آرشه، با جون تو بذار روش و برای ملت قدمی مرداری، اسمت بمونه، کارات بمونه، یاد خوبت بمونه، وگرنه اگه بخوای دوان هدف کشت، دوانی تو باشه که مشخصه. و متاسفانه یه سجون کارشکنی میکنن اصلان عبدان به اندازه یک ارزنم توان نداره کار افتا بکنه. خب هارتور تو حرف مفت میزنن، شبکه های تلویزیون اینور اونور اینا، ببینید دو رقم داره، یکی از که الان اونو تو کشور هستن دیگه پلی برای رفتن ندارند، پلا همه خراب کردن، هیچ جا ندارن، هر جا بخون برن راشو نمیدن برمیگردن اینا، اونا پلای پشت سرش داره خراب کردن و دارن خراب میکنند، پس نمیتونی برگردی ایران. اونی خانمی رو اون کار به قرآن میکنه، آقای کار بکنه، کار بکنه شما نمیتونی ایران برگردی، شک نکنه تو برگردی. حالا اخیرا هم که باز دوباره شاخشونه علیکی دادی میکشید، متاسفم براتون، خیلی متاسفم براتون، یعنی واقعا قصه میخورم براتون که شما سی چه تا عمرتون گذاشتید و آمدید سر یک پست و مقام اینها دارید دعوا میکنید با هم دیگه، واسه هم امیدوار هستید که فعلا حالا حکومت ظلم و ستم و جنایت بمونه و شما باز دکون کاسبیتون برقرار باشه. متاسفم براتون، فکر مثلا بعضی شما باید شما تعجب میکنم، واقعا تو دو سه روز خیلی تعجب میکنم، تو چند اخیر خیلی تعجب میکنم. یه سری هم باید رو افتادن آقا اینجوری از خاندان پلو اینجوری چرا اینجوری، نه دیگه نه خود دیگه نه دیگه اینا دیگه نخنم باشه دیگه، واسه کسی چیزی نمیشه. شما جمع کسی کوزتون رو جوانان هم گذاشته آره اینجوریه اون اونجوری کرد، اینجوری به تو چه مربوطه؟ تو سنه پیشنهاد چیه حرف میزنی درست، پیشنهاد چیه؟ انتقاد ساده است. اگر ارزه داری، توان داری، لیاقت داری، شخصیت داری، هست که میدهد انتقاد میده با راکار ببینه چه کار کنیم؟ صرف مف میزنید، شدید میمونی در اختیار یک سری دیگه، باز میدید حرف اونا تکرار میکنید. بدترین شغل دنیا همینه که آدم خودت نباشه، شخص خودت نداشته باشی، دختر پسرم با هم میذاره یه دیگه تموم شده است. بله، وزیر خارجه اسرائیل گفته لازم باشه به توافق با عربستان به فلسطین امتیاز میدهیم.
یعنی 70 سال ما اشتباه کردیم، 70 سال کشتیم، زدیم، زندان کردیم، مثلا اشتباه کردیم. امیدوارم این آینده درس بگیرند. مثلا این بحث هزار فامیلی مطرح کردم توی اینها 97-8% اونه که من میدونم باشن ارتباط دارم، اینه که با مزواج کردن دیگه نمیخواستند. در جوری هم زد مرد شدن خیلی مرد بزرد کنند بکنم یه من که نمیخواستم بخاطر موقعیت بابا، بخاطر موقعیت دایی، بخاطر موقعیت بابا از یک بابا زواج سیاسی. و مطمئن باشید اتفاقی بیفته که به زودی میفته تقریبا 90% طلاق میگیرند. الان دارن میگیرند سوها دارن میفته. و جالب این هست که توی یک کتاب یه جای خوندم چقدر مطلب قشنگی بود، میگفتش که ازدواج این دور زمانه 60-70 سال اخیر میگفت ازدواج خر خرا خیلی بهتر از انسان هاست. خر به خاطر پالون خر دیگه باش ازدواج نمی کنه، بخاطر نرش باش ازدواج نمی کنه، بخاطر افساش باش ازدواج نمی کنه. خر به اون خره با هم خوششون میاد با هم ازدواج میکنند. اما الان در دنیا به خصوص کشور و اون زمان بعد از این حکومت ننگین هر کی موقعی ازدواج بکنه داییش کیه، عموش کیه، خالش کیه، چه کاره هست، بابا چقدر داره، پست مقامش چیه، با اینها ازدواج میکنند، با اینها ازدواج میکنند. پس خر صد درود به خر که به خاطر مثلا ازدواج نمیکنه. شأن انسان اینقدر اومده پایین، شأن انسان اینقدر اومده پایین که حتی به اندازه خر هم نمیفهمن در ازدواجشون، ازدواج فامیلی، ازدواج فامیلی که چی بشه. در تو تاریخ هم بوده همشون بعد بس خورده همشون با خاک سیاه نشستن. یکی از دوستان میشه که آره کشور عربستان هزار فامیل هست. دوستان از در کشور عربی همه همینجوری هستن. کشور عربی نمیتونه یه نفر با غیر ازدواج بکنه، تو خودشونه، فرهنگ خودشونه. تو عربای عرب زبان خوزستان هم همینطور هست. اگه دختری از عربی با کسی ازدواج کنه 20 سال بعد میرسه سرش میزنن، تو خودشونه، اون مثلا فرهنگ خودشونه، ما ازدواج نداره. اما عربستان هم تو خودشون کلی مشکلات داره، همین مثلا هست. ولی مال ما مورد حکومتی که مال سر کار و اینقدر یاره میشناسه باورتون نمیشه. پس صد رحمت به خر که برای ازدواج، یعنی شما ازدواج نمی کنه، شما شرط از خرم پایین تر اینجور ازدواج ها رو کردید، در نتیجه شما رو میبینید. به پوتین آرزوی خامنه‌ای رو فعلا تعبیر نمی کند. پس از ثمر متعدد مقامات سیاسی و نظام جمهوری اسلامی به روسیه برای نهایی کردن فروش تسلیحات روسی به ایران، حالا مشخص شده است که رویای مجسم به جنگ افزار به روز روسی فعلا به حکومت ایران محقق نخواهد شد. مثلا بچه مشخص بود روز S300 S400 مشخص بود که باسی هست. بچه خودش هم هیچی نداره، به صورت روسی هم هیچی نداره، تا خالی پوشالیه. این همون زمانی که شورای پوشالی بود همون پوشالیه، فقط خودشون میگه، خودشون باورشون میشه، درو به خودشون میگه، خودشون باورشون میشه. سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در برنامه خرید جنگنده از روسیه اظهارات داشته که عمده ارزیابی های آن از آن به هم خوردن برای فروش جنگنده سوخو است که مقام های حکومت ایران امیدوار به دریافت آن بودند. سرتیپ آشتیانی در پاسخ به سوال درباره آخرین وضعیت خرید هواپیمای سوخو در پس از جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی گفت وقتی ما یک سری توانمندی داریم شاید در خیلی از زمین‌ها احساس نیاز به خرید تجهیزات نکنیم و یا حتی دیگر کشورها برای خرید به ایران مراجعه کنند. یعنی ببخشید من تو اینجا میفهمم که شما تواتون چیست، اون نمیفهمن. اگه نفهمن هر چقدر شد دیگه داش نمیخوام، فقط واسه میگم که در چه وضعی هستیم. توجیه عجیب نماینده حامی دولت، نماینده مجلس، دولت نگفته بود قیمت‌ها رو کاهش میدهد، گفته بود تورم مهار میکنه. باری کرده به شما کردین، آفرین به شما، شما دیگه کی هستید؟ تورم مهار بیمار کردید، بله. شعار مرگ بر خامنه‌ای همزمان با قتل بغداد در تهران، تجمع در تهران پس از چند قطعه آب. اوکراین گفتم اینو مطلبش رو خوندن نداره، وقت ندارم، که مذاکره افغانستان ضربه بزرگی در عرصه جهانی به روسیه بود. این خیلی از موضوع ضعف وارد شده. کارمه دولت رئیس در نیمه راه مسکن در 2 سال نزدیک به 110% گران شده، یعنی 2 برابر.
هکرای کره شمالی خیلی نجیبه، هکرای کره شمالی به شرکت اصلی طراحی موشک‌های روسیه خرخمه کردن. قطعا از دستور چین بوده این کار، چون نخواسته. آقای حسین سلامی باز خوردن، حسابی خوردن، دو دوپی خوردند، خوردن دیگه. فرمول حل فقر و مشکلات مردم بسیج است. شما که 80% پایگاه بسیج خالیه، چی داری میگی؟ بسیج رو برای سر شما بیارن که سرش ناپیدا، چون چیزهای از اینا بخواه میرسه، خبر از شما که ثابت هم، بسیج توی که ثابت میرسه. بازار سیاه حواله خودرو هم راه افتاد. 35 تا 300 میلیون تومان حواله خودرو. البته این دفعه کسایی میرن که حقشونه. از این راه پول در آوردن، بعد همشو بزنن عین بورس برن و به واسه گدایی بیافتند. یک مقام صنفی، عروس و دامادها به جای طلا بدرجات میخرند. برخلاف ادعای مقامات صورت گرفت تشدید بحران دارو و خطر افزایش مرگ بیماران. سخنانتون نماینده مجلس رئیسی، مردم فهمیدند که شما نمیتوانید مشکل را حل کنید و الی آخر زندگی 16 درجه شد. ایامتون به کام و روزگارتون خوش. تا کلیپ بعدی بخیر.